سلام علیکم. انشاءالله نایب زیاره همگی هستم. من فاطمه مهرابی از یزد. من رفتم مهمانسرای اول فرض. رفتم مهمانی که اومدم بیرون از مهمانی این پای من پیچ خورد و شکست. وقتی اومدم بیمارستان کربلا به من گفتن پاد شکسته، سه جای پادم شکسته. گچ گرفتن، تا نیمه ماه شعبان هم اینجا بودم. بعد از نیمه ماه شعبان که شد گفتن پای تو فایده نداره اینجا. باید بری ایران دوباره گچ بگیری، دوباره از جای نو. من رفتم ایران، پامم گچ گرفتن. بعد تا 22 روزم بازم تو گچ بود. بعد از گچ دیدم پام نمیشه، اصلا راه نمیتونم برم بعد از گچ بریدم. وقتی اومدم بیرون دیدم که پای من حاجی مار منو میبرد بیمارستان، میورد برای فیزیوتراپی. وقتی منو برد واسه فیزیوتراپی که پای من راه بیفته، رفتم چند جلسه رفتم. بعد از چند جلسه به حاجی آقا گفتم حاجی آقا شما منتظر من هستید، برید آزمایش بدید، یه آزمایش بدید، یه تست کل کامل بدید. رفتن تست دادن، اومدن بیرون ما رو بردن بیمارستان. تست رو بردن بیمارستان، وقتی بردن بیمارستان گفتن که الان حاجی آقا خودش میره تو کما. این خط خند رفته بوده بالا. چیز اول فرض بود که ما بعد از تست و بعد از همه چی اصلا به خونه نرفتیم، به منزل نرفتیم، رفتیم بیمارستان. بیمارستان گفتن الان بستری کنید حاج آقا. حاج آقا بستری کردیم، ما نمیتونست هیچ که ملاقاتش پشت شیشه میدیدن. بعد ما به حاج آقا رسیدیم و همه این کارا رو کردیم، این پای من اصلا یادم رفت. یادم از معجزات اول فرض بود. به اول فرض گفتم مگر من چی کار کردم؟ بعد دیدم از معجزاتشون بود که شوهر من نره تو کما. حکمت پای من این بود که ایشون بره آزمایش بدن. اول فرض از من خواست که اینجور پای من بشه، ایشون هم برن. بالاخره آزمایش دادن و خدا را شکر، خدا را شکر. الان من وقتی که ایشون آزمایش دادن و بستری شدن همه اینا، دیگه اصلا به هیچ وجه این پای من معلوم نبود که این پا شکسته. از اولش این پای من بهتره. الان اومدم نایب و زیاره همه هستم در ایران، همه دنیا نایب و زیاره هستم به همه. یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا الفضل العباس، السلام علیکه یا امیر المومنین. ایشالله همگی به طلبه، هر که آرزوی این گنبز و بارگاه داره، هر که آرزوی این بهشت داره، بیا تو این بهشت. ایشالله شفای همه مریض.